ابرچالش منطقه‌ای نظام آخوندی. دخالت‌های تجاوزگرانه رژیم آخوندی در امور کشورهای منطقه، حمایت آن از گروه‌های تروریستی و بنیادگرا مورد اعتراض بسیاری از کشورهای منطقه و مقامات آمریکایی شده است. در این زمینه ژنرال دنفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد رژیم ایران نفوذ بدخواهانه خود را در سراسر خاورمیانه گسترش می‌دهد و آزادی دریانوردی را تهدید می‌کند. وی که روز 4 مهر 96 در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود رژیم ایران همچنین از سازمان‌های تروریستی در سوریه، عراق و یمن حمایت می‌کند. در جریان برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نیز مقامات و وزرای خارجه چند کشور علیه دخالت‌های رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت افزار گسیخته آن از تروریسم و بنیادگرایی موضع‌گیری کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رژیم ایران را دیکتاتوری فاسد که با نقابی از دموکراسی حکومت می‌کند نامید. وی همچنین گفت این رژیم اصلی‌ترین حکومت صادرکننده خشونت، خونریزی و هرج و مرج در جهان است. عادل جابر، وزیر امور خارجه عربستان، ضمن محکوم کردن دخالت‌های رژیم در امور کشورهای منطقه و حمایت آن از تروریسم گفت ایران یک کشور حامی تروریسم است و از شبه نظامیان طایفه‌ای در سوریه و عراق حمایت مالی می‌کند. وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز با اشاره به دخالت‌های رژیم در امور کشورهای منطقه و حمایت آن از تروریسم گفت ایران با سیاست‌های توسعه طلبانه و کشورگشایانه خود احترام به حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارد و با دخالت در امور داخلی کشورها سهم مهمی در بی‌ثبات کردن منطقه دارد. وزیر خارجه بحرین رژیم ایران را به حمایت از سازمان‌های تروریستی مانند حزب الله لبنان متهم کرد و گفت که عادی سازی روابط با رژیم ایران منوط به توقف روند حمایت از تروریست و سوی تهران است. شورای اتحادیه عرب نیز در نشست روز سه‌شنبه 21 شهریور 96 در قاهره با صدور بیانیه‌ای دخالت رژیم آخوندی در امور داخلی کشورهای عربی را محکوم کرد. مواضع این کشورها علیه تروریسم رژیم آخوندی و دخالت آن در امور داخلی کشورهای منطقه از یک طرف بیانگر طرد و انزوای بیش از پیش این رژیم است. اما با دریافت این همه توسری‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و با این همه منفوریت، باز رژیم ناگزیر است بر دخالت‌های خرابکارانه در منطقه و حمایت از تروریسم ادامه دهد. واضح است که هدف رژیم از این دخالت‌ها و حمایت از تروریسم باجگیری از این کشورها و در جهت حفاظت از عمق استراتژیک است، زیرا آنچنان که مقامات رژیم از جمله خامنه‌ای بارها گفتند اگر عمق استراتژیک به خطر بیفتد این رژیم ناگزیر است با مردم و مقاومت ایران در خیابان‌های شهرهای ایران بجنگد، که این امر بسیار خطرناک‌تر از طرد و انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی است. بنابراین تا آنجا که به رژیم برمی‌گردد نمی‌تواند تا واپسیندن حیات ننگینش از تروریسم و صدور بنیادگرایی دست بردارد. اما با اوجگیری جنبش‌های اجتماعی مردم و با رادیکالیزه شدن شعارهای اخشار مختلف علیه رژیم که در موارد بسیاری شعارهای صنفی تبدیل به شعارهای سیاسی شده است، کیان رژیم در معرض تهدید است. لذا حربه صدور تروریسم و دخالت‌های رژیم در امور داخلی کشورهای دیگر برای سرپوش گذاشتن بر اختناق داخلی می‌رود که به حربه‌ای زنگ زده و پوسیده مبدل شود.